همینه. سلف استیم یعنی چی عزیز؟ سلف استیم یعنی که من به دنبال دو چیزم در زندگی، دو چیز. یک، میخوام به همه ثابت کنم خوبم، امید من این است که دومی نتیجه بشه، منو دوست داشته باشم. بنابراین من چطور میتونم به مردم بگم من کار بد کردم که بگن بدی و دیگه دوستم هم نداشته باشن، در حالی که بهشون اصلا محتاج نیستی. ای بس اصلا کاری به کارشون نداری. ای بس عرض کردم اصلا براشون فرق نمی کنه من و شما زنده می آمردم، طوری که اونایی بمیرن برای ما فرقی نمی کنه. اشکال کار این است که ما هنوز در تار و پود قدیم موندیم عزیز. ما هنوز تو اون سنت دیروز آنجا آنهاییم. تموم شده آنها. شما تشبید به یه مهمونی، همه فکر کنن 20% باهوش تری، 30% آگاه تری، 40% خوشگل تری. چه فرقی میکنه؟ ما در دنیای کودکی ذهن خودمون فکر کنیم واو رفتیم، این 10 پوندی که کم کردم، این اندامی که نشون دادم، خب یه عده‌ای فکر کردن من خوش اندامم. خب شما که کاری با کسی نداری، شما که اصلا موضوع شما این نیست، چه فرقی میکنه؟ ولی ما هنوز کودکیم عزیز. ما هنوز میخوایم برای اون دست بزنیم، هنوز میخوایم طرف توجه باشیم، هنوز میخوایم کوشش بکنیم خودمون رو بهتر از اون که هستیم نشون بدیم. من بارها عرض کردم آدم تو زندگیش از پا در میاد وقتی که مردم او رو بالاتر و برتر از اون چیزی که میدونن که هست. مردم اگر منو اینجا میدونن، من اگر اینجا هستم بدبختم، از پا در میام. تمام مدت هایی باید زور بزنم به دروغ، به فریب، به بازی، با فشار به خودم که بیام اینجایی که مردم فکر کنن. آدم روزی زندگیشو برده که خودش اینجاست، مردم فکر کنن اینجاست، راحت واسه از خودش هم ول بده میاد تا اینجا. اگر براش تازه نظر مهمه. حالا نگاه کنید به ایرانیان عزیز ارجمند ما، مردم دیگه هستن ولی برخی از کشورها حتی امریکا و کانادا نه به این اندازه. ما به همه میخوایم ثابت کنیم نه تنها خوبیم، بهترینیم. من بهترین دوست تو هم، بهترین حرفو میزنم، بهترین آرایشو میکنم، بهترین توصیه رو به تو میکنم، بهترین بچه رو دارم، بهترین غذا رو دارم، بهترین خورشت بادمجون رو درست میکنم، بهترین لاکو به ناخونم زدم، بهترین کراواتو پیدا کردم زدم. صبح تا غروب میخوایم به همه ثابت کنیم بابا ما رو بالاتر و برتر بدونی. این اون سلف استیم درب و داغونه و حرمت نفس به هم ریخته است که فکر کنیم هدف ما تو زندگی اینه که به مردم ثابت کنیم ما بهتر از اونی هستیم که شما فکر میکنید. حالا بدوی دنبال ما، خب بعد میرم اون بالا میافتیم، از این دیوار نازک رفتیم بالا، اونجا هم جای ایستادن نیست، خب معلومه میافتیم. بعدم با چی؟ حالا شما رو زندگیتون رو نمیدونم عزیز. ببینید ما ایرانی ها تا کجا رفتیم عزیز؟ ما ترجیح میدیم مردم ما رو خوشبخت بدونن ولی خودمون بدبخت باشه. فایدهش چی؟ آدم خوشبخت باشه مردم بدبخت بدوننش. کیف داره آدم بدبخت باشه ولی مردم خوشبخت بدونن. کیف داره آدم غمگین باشه مردم شاد بدوننش. کیف داره آدم دلش مثل سیر و سرکه بجوشه و بخواد منفجر بشه، مردم فکر کنن وای این چقدر آرام و راحته. این بدبختی ماست، این گرفتاری ماست. به همجاست به همش عرض کردم مردم ایران دو تا بدبختی، دو تا مسئله، دو تا مشکل دارن. یکی مهرطلبیه، یکی وابستگی. وابستگی یعنی زندگی من به دیگری مرتبط، غم من به اون مرتبطه، خبر طلاق من به اون مرتبطه، نظر او منو از پا در میاره، شب به خاطر اون نمیخوابم. در حالی که ما تو دنیای زندگی میکنیم که آدم ها قراره فقط کار درست و خوبشونو بکنن، بقیه هم هرچی میخوان فکر بکنن. شما الان بیاد به من یه جای توی مهمونی دیدم تو آن کنید بگید فلانی یه جایی بودم پشت سر درخ میزنم، اگه حوصله داشته باشم بخوام با شما حرف بزنم و دلیل میگم خوب یا بد، اگه گفتید خوبه میگم بگو شاید کمی خوشم بیاد، اگر بگید بد مطمئن باشید به شما اجازه نمیدم من بگید پشت سر من چی گفتم. اهمیتی نداره. بله یه کسی میخواست یه جا من اذیت کنه دستش من نرسید، من حالا خودم میرزم جلو چاقوی اون. حالا شما نگاه کنید بسیار از ما میخوایم بفهمیم خب چی گفت، چی شد، وقتی شنید چی شد، تو رو خدا بگو. مثلا علاقه ای ندارم نظر دیگران رو بدم. شما الان من زنگ میزنم میگم خواهم نظرم راجع به برنامه بگم، اشتیاقی ندارم بشنوم اصلا. من یه روزی بخوام کار برنامه خودم رو ارزیابی کنم از 4 تا متخصص میخوام که ارزیابی کنم، من میگن اشکال کارم کجاست که فراونه. ولی اینکه من به شما اجازه میدم نظر راجع برنامه من بدی، حتی دیدید با بیننده عزیزی که بعد نه نفر اول نفر دوم صحبت کردم با هم به هر حال به قول معروف کتک کاری که داشتیم برای من اهمیت داره، ایشون لطف و محبت بسیار داشتن ولی عقیدهشون در یه زمینه تا خودشون گفتن یه چیزایی تو میگی من باش مخالفم، همسرم موافقه، برخلاف در رو تو مخالف، چه فرقی میکنه؟ اصلا اهمیتی برای من نداره.
شما عقیده عقیده شما عقیده عقیده منه. من کوشش میکنم که ببینم درست و غلط چیه به خاطر خودم ولی نه به خاطر شما. به همین جاست که من همیشه گفتم خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی هم رنگ جماعت شو. اشکال کار اینه. خواهی بشوی رسوا و بدبخت شوی هم رنگ جماعت. ببین به من جماعت چه میکنه؟ مگر پسرم فرض کنید که هرگز نکرده بخواد مریوانا بکشه من نمیدونم که بقیه میکشن. به من چه مربوطه بقیه میکشن نمیکشن؟ به من چه مربوطه بقیه چنین یا چنان میکنه؟ به من و شما چه ارتباط داره که توی مهمونی یه عرق میخورم اونا میخورن دوست دارم بخورن نوش جانشون؟ به من چه مربوطه؟ من نه کاری به خوردن اونا دارم نه میتونم تحت تاثیر اونا قرار بگیرم که بقیه میخورن تو هم بخور. هرگز. من زندگی خودم رو میکنم، من نفس خودم رو میکشم، من باید غذا بخورم خودم سیر بشم، شما باید غذا بخورید خودتون سیر بشید. ما ایرونی‌ها فکر کنیم اگر طرف غذا بخوره ما سیر میشیم، ما فکر کنیم اگر ما رو خوب دونستن ما خوب میشیم یا اگر اونا ما رو خوب دونستن ما خوبیم. اصلا مهم اینه که ما خوبیم یا نیستیم، مهم اینه که من دلم درد میکنه یا نمیکنه. اینکه شما چی فکر میکنید من دلم درد میکنه نمیکنه چه اهمیتی داره؟ ولی ما چون به صورت چشم زندگی میکنیم دیگران رو میبینیم خودمون رو نمیبینیم. این دو تا چشم من همه رو میبینه غیر از خودش و ما بعضی اون به صورت چشم زندگی اینا اون گرفتاری است. بنابراین عزیز اولا این مقدار بیشتر بدونید تو این زمینه، دوم با این کسایی مشورت کنید خودتون رو اذیت نکنید. حتی نگفتنتون هم مهم نیست. به من بیاد بگید که نگوی اون نگفت، من اون چرایی شو باش مخالفم، کاری هم که کردید باش مسئله دارم، نگفتیدم دلتون خواست، به شما مربوط نیست، به دیگری مربوط، ببخشید به دیگری مربوط، زندگی شماست.